سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ من اومدم با یه ویدیو جذاب دیگه از یه موزه خیلی جذاب توی لس آنجلس کالیفرنیا که اسم این موزه جی پالگتی هستش. میریم با هم دیگه ببینیم که چه چیزایی داره و منم تقریبا تا جایی که اطلاعات کسب کردم در اختیارتون میذارم. لایک و سابسکرایب ما فراموش نشه. این موزه تقریبا یه چیزی حدود 750 هکتار زمین رو اشغال کرده که توی دامنه کوه‌ها قرار داره. یکی کلن یک مجموعه هنری خیلی بزرگه که داره 4 تا غرفه نمایشگاهیه و ساختموناش کلن 9 تا هستن و خیلی فضای بزرگی داره. بعد خوبی اینجا اینه که فضاش کاملا خانوادگیه، یعنی راحت با کودکان میشه بری، چون که آخر هفته ها کاری مثل داستانسرایی یا گالری بازی یا خیلی چیزای دیگر رو داره که مخصوص خانواده هاست. اینجا به هیچ عنوان هیچ گونه خوراکی نمیشه ببری. حالا برای کودک مگر اینکه اجازه بدم فقط یه بطری آب کوچیک ببری، یعنی هیچ نخورکی اینجا نمیشه برد. معماری اینجا یک اثر هنری جذابه که بازدیدهای زیادی فقط به خاطر معماری اینجا داره، اینقدر جذابه. Very long continuum of Melsworth. No, okay. ساخت این موزه در اصل خصوصیه، یعنی از طریق یک فرد میلیونر نفتی ساخته شده. خب خیلی ها احساس میکنن که با اومدن به اینجا فقط قراره که چیزهای قدیمی ببینن، ولی اینجا همون آثار هنری که داره برای ساختش و معماریش خودش کلی تعجب برانگیزه. انقدر قشنگ ساخته شده که اکثرا اینجا به غیر از این مجسمه ها و آثار هنری قدیمی که میبینن، چیزهایی اینجا هستش که خودش تعجب برانگیزه و خیلی جذب میکنه. یکی از تفریحات خوب برای افرادی هستش که اینجا زندگی میکنن، چون خیلی بزرگه اینجا و کلی میشه توش وقت گذروند و کاملا خانوادگیه. حتی شما اگر که میخواییم بیاین اینجا همینجوری، اگر وقتتون محدوده همینجوری نیاین بگردین، چون خیلی اینجا بزرگه. حتما حتما برین از اطلاعات سوال بکنین، راهنمایی بخواین که جاهای خیلی جالبش رو بهتون نشون بدن. همونطور که میبینید تقریبا از چهره ها معلومه، از کشورهای مختلف، از شهرهای مختلف اینجا خیلی برای بازدید میان، چون اینجا واقعا براشون جالبه، چون خیلی بزرگه، آثار هنری خیلی زیادی داره و به یک نوعی همین آثار هنری قدیمی و یا اصلا چیزایی که تو هر موزه هستش خب اکثرا تکراریه چیدمانشون، ولی اینجا خیلی قشنگ چیدمان شده، خیلی زیبا. اطلاعات کاملا در روی مانیتور توضیح داده شده براشون و همه رو راحت میتونیم در موردش بخونیم، اطلاعات کسب کنیم. خیلی قشنگه در هر صورت. من خودم خیلی خوشم اومد از اینجا. دیگه نمیدونم شما هم لذت بردین یا نه. حتما نظرتون رو برام کامنت کنید، حتما بگید که اصلا رفتن به موزه رو دوست دارید یا نه، یا دوست دارید یه همچین موزه‌ای بیایید که فقط این نباشه که چند تا چیز قدیمی بذارن که شما ببینید.
اینجا محوطه بزرگی داره که شما اصلا خسته نمیشین، حتی جایی داره که برید بشین استراحت کنید دوباره ادامه بدید و بقیهش رو بدید. دیگه نمیدونم شما سلیقتون چی جوریه، ولی من که خیلی خوشم اومد از اینجا. حتما حتما نظرتون رو به من بگید. وسیله هایی هم که اینجا هستش واقعا زیباست، واقعا آدم رو جذب میکنه. تمامشون پایینش اطلاعاتش نوشته شده و راحت میتونیم بدونیم که اینا برای چیه، برای کی هستش، برای کجا هستش، همه این اطلاعات رو داره. در این موزه داره مجسمه‌های خیلی مختلفه که از افراد خیلی معروف ساخته شده و قدمت خیلی زیادی داره. حالا عاشقان مجسمه که دیگه عاشق یه همچین موزه‌ای میشن، چون واقعا جذابیت خاص خودش رو داره. اینجا هم یه قسمت از محوطه بیرونیشه، ولی خب اینجا خیلی بزرگیه، اینجا یه قسمت خیلی کوچیکی از محوطه بیرونیش هست، چون همونطور گفتم 750 هکتار هستش اینجا و خیلی بزرگه. یک معماری خیلی وسیع و خیلی جذاب داره واقعا. علاقه داریم یا به همین ظرف و ظروف های قدیمی، مجسمه های قدیمی دارین اصلا کلکسیونش رو داشته باشین؟ واقعا بعضی ها هستن که خیلی علاقه دارن که کلکسیون مثلا ظرف و ظروف های قدیمی رو داشته باشن یا مجسمه های قدیمی یا حتی ساعت های قدیمی، هر چیزی. شما اصلا به وسیله های قدیمی علاقه دارین یا نه؟ حتما برام کامنت کنین، دوست دارم نظرتون رو بدونم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. خیلی دوستتون دارم مثل همیشه. لایک یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بدرود.